اینجا هم تصویر رو بگیریم. خب خوبی مچا؟ خب بچه این جلسه ما میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم پروژه‌ای که واسهتون فرستادیم به صورت تست رو خودمون انجام بدیم، ببینیم آقا مشکلات چیه، چالنجا چیه. قبل از اون اگر سوالی چیزی راجع به حالا پروژه، راجع به مبحثایی که تا اینجا توضیح دادیم کلن دارین از من بپرسیم. من بین این که میخوام این صفحاتو بزنم، میخوام از یه سری پلاگین ها استفاده کنم، مثل مثلا اسلایدر ها استفاده کنم، حالا یا مثلا یه جای لایت باکس استفاده کنم یا از این قبیل مسائل. حالا اگر بین این چیزا HTML, CSS و jQuery که تا الان ما با هم دیگه کار کردیم موردی وجود داره برای شما و حالا مشکلی دارین، به من بگین، اول اونا رو توضیح بدم بعد حالا این کار رو استارت کنیم. بچه ها پس موردی نداره خانم عزمایی؟ ما حالا اگر سوالی شما براتون پیش نیومده توی این حالا مواردی که گفتم خیلی خوب خوبه، ولی من مطمئنم که شما سوالات دارید. اب نداره، ما با همدیگه میریم جلو، چلنج ها رو با همدیگه حل میکنیم. خب اوکی، من یه دور بچه ها توضیح میدم اینا رو توی پروژه‌ای که میخوایم بزنیم. مثلا خانم عزمایی الان داره میگه که مثلا دراپ داون منو رو مشکل دارن. بله الان من پی اس تی که آماده کردم، پی اس تی که کامل مثلا تمرین خودمونه، اینو قراره ببریم جلو، کدش کنیم، از بوت استرپ توش استفاده کنیم، همه کاری انجام بدیم دیگه. اون دراپ داون منو رو بزنیم، آیکون استفاده کنیم، همه رو با هم داشته باشیم. سوال از من بپرسین دیگه. خب چون سوال فکر کنم نباشه، من به نظرم بریم سراغ پروژه و استارت بزنیم بهترین جای قضیه است. اگر حالا سوالی چیزی پیش اومد وسط کار، حالا دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. خب بچه ها اولین چیزی که من توی یه پی اس تی من میخوام شروع کنم کد زدن، اولین مرحله چیه؟ اولین مرحله اینه که فکر کنم. اولین مرحله چیه؟ اینکه فکر کنم چی کار قراره بکنم. خب حالا میام اون بالا، اول نگاه میکنم. خب من یه هدر دارم، یه منو داره، تو هدرم عنوان دارم، سرچ دارم، زیر منو داره. اینا رو چجوری بزنم؟ ساختار صفحه‌ام چجوری باشه؟ یه برداشت کلی از صفحه‌ای که قراره بزنم انجام میدم. چه بهتر وقتی من دارم یه پروژه رو کامل میزنم تمام صفحاتش رو بتونم ببینم. تمام صفحاتش رو میبینم، ببینم مثلا اون منوها به چه شکله، کجاها ساختار به یه شکل دارم پیاده سازی میشن. من میتونم کلاس بندیامو به صورت حالا بهتری پیاده کنم و از این قبیل مسائل. این جلسه بچه‌ها ما خب شروع میکنیم از همون بالا کد زدن و بوتستراپ رو اد میکنیم، آیکومون رو اد میکنیم. تمامی مواردی که گفتیم یه دور قراره توی زدن این پروژه دوره بشه. خب اولین کاری که میکنم چیه؟ اینا رو بذاریم اینجا. اولین کاری که میکنم یه پوشه میسازم، اسمشو میذارم چی؟ مثلا آیوهید تست. ببینید چون ما طراح گرافیک نیستیم و ما فقط فرانت اند کاریم، نیازی نیست که حالا شکلمون رو کاغذ باشه، ما داریم طرح گرافیکی رو میبینیم. مگر اینکه ما طرح گرافیکی نداشته باشیم، خب خیلی بهتره که من بدونم چی میخوام پیاده سازی کنم. اون موقع آره، اون موقع من رو کاغذ وقتی یه دونه اسکچ بکشم، یه وایر فریم بکشم در واقع، خیلی بهتر من میتونه کمک کنه. من گیج نمیشم دیگه، نمیرم جلوی کد بزنم هی پاک کنم، پروژه‌مون کثیف میشه اونجوری دیگه. خب
بچه ها این آی وی تسته چه چیزایی من نیاز دارم؟ خب من دارم تصمیم گیری میکنم برای پوشه بندی پروژم. یکی از چالش هایی که شما بهش میخورین اینه که من اسم پوشه هامو چی بذارم حتی. خب من وقتی میام یه پروژه رو استارت بزنم، خودم به شخصه یه دونه اسیتس درست میکنم، یعنی ابزارا. حالا اون موارده که توی پروژه وجود داره داخلش یه پوشه CSS درست میکنم. بعد پوشه JS درست میکنم. پوشه بعدی که درست کنم IMGه. و دیگه بچه چی نیاز داریم؟ پوشه فونت هم نیاز داریم دیگه، فونت. فکر کنم دیگه همینو بس باشه. خب حالا اینجا بخوام یه دونه فایل ایجاد کنم، یه فایلی به نام index.html. خب چون میخوام راحت تر باشم پروژه‌مو با چی باز میکنم؟ با یه نرم افزاری مثل PHP Storm. من خودم با PHP Storm چون خیلی راحت ترم اون کار میکنم. خب این حالا بیاد بالا. بچه این میون من میخوام امیت رو بهتون یه مقدار حالا سربسته ولی حداقل میگم چیه دیگه، چی کار میکنه و موارد باحالش رو با هم مرور میکنیم. بچه امیت یه دونه در واقع پلاگینه که روی ادیتورا نصب میشه. این چی کار میکنه؟ خیلی کار خوبی میکنه، همچنین من خودم باش حال میکنم، شما هم مطمئنن حال میکنید با این پلاگینی که اینجا وجود داره و خلاصه خیلی خوبه. دموشو ببینید بچه. میگه میخوام یه ابریویژن اینجا بنویسم. نوشت چی؟ UL sharp nav li dot item دالر حالا ضرب در 4 فلان. یه دونه تب زد، چه اتفاق افتاد؟ اینا رو به صورت خودکار نوش اینجا. اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم امیت. خب خیلی جذابه این برای من بتونم کدامو اینقدر راحت و سریع بنویسم. حالا این خودش داکیومنت داره که اینجا اگر کلیک کنیم ما میتونیم داکیومنت رو ببینیم. زوم هم میکنم که شما راحت تر ببینید. دمو رو که خودتون میرید میبینین. بچه ها موارد سینتکسیش رو اینجا اومده برامون لیست کرده. بچه ها اگر من حالا بزنیم پروژه رو باز کنم، یه دونه اوپن میزنیم، اینو اسمش گذاشیم آی وی تست، یه رفرش آی وی تست رو من اینجا باز میکنم. خب این از این. بچه اگر دقت کنید این کدو میبینید، من اینو کپی میکنم میارم اینجا پیست میکنم، یه دونه تب میزنم. خب اوکی این هم من بزرگ کنم، ادیتور فونت الان پیداست دیگه. اوکیه، یا بزرگتر کنم، یه کم دیگه هم بزرگترش کنم، 28. اوکی این از کدای اینجا که معلوم باشه و این هم پوشه بندیمونو. خب بچه ها این کدی که اینجاست هم من دیگه بزرگتر از این دیگه نمیتونم بخورم. این کدا رو بچه ها من برداشتم گذاشتم اینجا، وقتی تب زدم یه همچین چیزی دیدم. حالا این کد چی میگه؟ میگه شارپ پیج. شارپ پیج بچه ها یعنی چی تو CSS؟ اینو شما به من بگین. شارپ پیج نوشته. آیدی. اوکی. یعنی چی؟ توی امیت میاد میگه وقتی نوشتی جای شارپ پیج یعنی یه دونه دیو درست کن با آیدی پیج. یعنی چی؟ اگر من همچین چیزی اینجا بنویسم تب بزنم یه دونه دیو درست میکنه آیدی پیج. چقدر سریع کار من رو
انجام میده. حالا اگر همین اومد دات بذارم چه اتفاقی میفته؟ یه دیو درست میکنه که کلاسش پیجه. حالا همون شارپه بچه، اگر خواستم این مثلا اسپن باشه پشتش میتونم بنویسم اسپن شارپ پیج، یه اسپنی درست میکنه که آیدیش پیج باشه. حالا اگر خواستم کلاس هم باشه اون اسپنم، این اتفاق دوباره میتونه بیفته. اوکی؟ این از این کنترل زد بزنم برش گردونم. حالا اومده چی گفته؟ گفته علامت بزرگتر. علامت بزرگتر رو بچه چه موقعی تو CSS میذاشتیم؟ وقتی که میخواستیم بگیم دقیقاً بچهش مثلا پی باشه. خب گفته حالا چی؟ گفته بچهش یه دونه دیو باشه و کلاس اون دیوه چی باشه؟ لوگو باشه. پس این تیکه چی کار میکنه؟ میاد داخل آیدی پیج یه دونه دیو با کلاس لوگو درست میکنه. امیتو آره ما باید نصبش کنیم، ولی مثلا رو PHP استون به صورت دیفالت نصب هست و نیازی نداره که من دوباره بخوام اونو نصبش کنم. حالا اینو بزنم چی شد؟ یه دونه آیدی پیج با کلاس لوگو، یه دونه دیو آیدی پیج، یه دونه دیو داخلش کلاس لوگو، چیزی که اینجا ما بهش گفتیم و اونم برامون انجام داد. حالا دوباره کنترل زد نوشته به اضافه یه UL آیدی نویگیشن. این یعنی چی؟ به اضافه بچه تو CSS یعنی چی؟ دقیقاً یعنی میگه آیتم بعدیش، آیتم بعدیش برادر خواهری یه دونه UL باشه و آیدیش نویگیشن باشه. دقیقاً میبینی که کنار این دیوه یه دونه UL با آیدی نویگیشن ما اینجا داریم. حالا اومد دوباره چی گفت؟ گفت اینجایی که UL نویگیشن رو داری علامت بزرگتر LI ضرب در 5. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بزرگتر LI. تا همین قسمت فقط. یه دونه LI داخل این UL من درست میکنه، یه دونه، چیزی که من اونجا نوشتم. حالا وقتی بنویسم ضرب در 5 چند تا برای من درست میکنه؟ 5 تا برای من درست میکنه. ببین چجوری داره با من حرف میزنه. 5 تا واسه من LI درست کرد. حالا بهش میگم چی؟ داخل این LI ها هر کدومش یه دونه A وجود داشته باشه. وقتی اینو بزنم داخل هر کدومش یه دونه A میندازه بچه ها، به این سادگی. حالا توی یه دونه آکولاد نوشتم آیتم دالر و آکولاد بسته. این چی کار میکنه؟ متن داخل اون A رو نوشت آیتم، اون دالر چی شد؟ یه دونه عدد از 1 تا اون تعدادی که من اونجا نوشتم. اوکی؟ این کلیات امیته. یعنی همچین کاری برام میکنه. من میتونم خیلی سریعتر کد هام رو بنویسم. حالا داکیومنتیشنش رو میتونیم بخونیم که چیا داره. بچه نگاه کنید، مثلا این واسه CSS هم داره. سینتکسش رو اینجا نوشته که مثلا اگه چایلد بخواین چجوری میذارین، سیبلینگ چجوریه، کلایم آپ چجوریه. بعد خدمتتون عرض کنم که دیگه چیا رو داره؟ مولتیپیکیشن رو داره، گروپ رو داره، دیگه چی رو داره؟ دیگه چی رو داره؟ اتریبیوت بچه خواستیم بدین گفته چجوری بدین؟ چند تا کلاس خواستیم بدین چجوری بدین؟
این اتریبیوت هاست و خلاصه خیلی باحاله، جذابیت خاص خودشو داره. اینجا اینو نوشته به جای اینکه از یک بیا تا پنج، از پنج اومده تا یک. اینجا از سه شروع کرده به بره به جلو، یا از هفت اینجا شروع کرده با این مقداری که اینجا داریم نمیسه. حالا نیازی نیست بخوایم ریز بررسی کنیم، ولی خب یه همچی کارهایی به سادگی میشه کرد. اگر آکولات بذاریم، متن داخل اون تگ و محتوای داخل تگامو میتونم عوض کنم و بنویسم و این چیزا. مثلا اینجا A گذاشته آکولاد باز، کلیک می، وقتی اینو بنویسه خروجی که میبینه اینه دیگه. دوباره اینجا P باز کرده، گفته داخل P یه متنی وجود داشته باشه و کنار اون متن یه دونه A وجود داشته باشه که متنش هیره، و دوباره یه متنی وجود داشته باشه تو کانتینیو، کلیک here to continue. چقدر جذاب، چقدر باحال، چقدر سریع کار من راحت میکنه. اگر بچه ها این علامت بزرگتر رو نمیذاشت به این شکل در میاد، یه پی که داخلش اینه به اضافه یه ای که داخلش اینه و به اضافه یه همچین متنی. این از این مورد. گروپ هم که اینجا گفته و بچه CSS هم داره همچین چیزی. برای CSS هم امیت اومده کار کرده. خب حالا اون چجوریه CSS abbreviation؟ کلا کارش خلاصه کردنه. من با خلاصه ها خیلی بیشتر حال میکنم دیگه. گفته P درصد میذاره، EEM میذاره، XEX میذاره. این value هایی که میتونی اونجا شما قرار بدی. و مثلا کالرها رو بخوای قرار بدی، اگر بزنی شارپ 1 برات اینو چاپ میکنه، اگر بزنی شارپ ای صفر این دوتا رو برات تکرار میکنه، و اگر ستایی بزنی یه بار اینو برات تکرار میکنه، یعنی هر کدوم از اینا رو یکی یه بار تکرار میکنه. FFCC00 این از این. اگر بنویسی LH2 لاین هایت 2 برات بنویسه، اگر بنویسی FW400 فونت ویت 400 بنویسه برات. اگر خواستی ایمپورتنت بنویسی P important به اضافه M10E important، یعنی چی؟ پدینگی که important باشه به اضافه مارجینی که با مارجین 10EM و important. اوکی؟ پس اینم این حالت CSS. حالا گفته اگه میخوای بیا پریفیکس و اینا رو با حالت امیت بزنی، میتونی اینا رو بنویسی و border reduce رو اینجوری بنویسن و نمیدونم فلان و بیستار بهمان، که نیازی نداریم ما زیاد انقدر الان وقت بذاریم روش، ولی خب در کل همچین چیزیه. فوق العاده کارتون راحت تر میکنه، فوق العاده سرعتتون رو میبره بالاتر و چیز خیلی خوبیه. این خیلی حال میده، یعنی کار کردن باشه. خب بچه ها مثلا یه نمونه شو من اینجا براتون میذارم. اگر شما بنویسید اینجا یه دونه علامته تعجب و یه دونه تب بزنید، بچه اینا همه رو براتون مینویسه. حالا مثلا FA و دایرکشنی که RTL. اوکی؟ خب بچه ها من میخوام الان امیتو با هم یاد گرفتیم، میخوام چیکار کنم؟ تو امیت بچه ها سوالی ندارین؟ اگر تو امیت سوال دارین به من بگین که میخوام برم سراغ مورد بعدی. منتظر سوال. خب اوکی، اینو نوشتم اینجا با چی؟ با یه دونه علامت تعجب فقط. زبانش کردم FA و دایرکشنش کردم RTL. خب یه سیو زدم. چیزی که اول کار من میخوام اینجا اد کنم بچه ها چیه به نظرتون؟ بوتستراپ 4. خب بوتستراپ 4 رو میرم بگیرم، میرم تو سایت خود بوتستراپ، گت بوتستراپ. حالا اگه لود بشه واسمون
این طرفم میتونم بیارمش. خب بکنم این سریع تر بیاد تا اون یکی. آره قسمت دانلود، ما ورژن 4.5 بوت استرپ رو می‌خوایم دانلود کنیم. میگه کامپایل شده شو از اینجا میتونید دانلود کنیم. میگه باشه به ما این دانلود شده رو، کامپایل شده رو بده دانلود کنیم. یه سیف میزنیم از روی این فایل زیپش برامون سیف میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. بوت استرپ چیزی بود که خب از اون اول پروژه ما بهش نیاز داشتیم. خب دانلود شد. اینم بیاریم پایین، اینم اینجا. خب بچه بازش میکنم. یه دونه CSS داره. خب من کدوم CSSش رو میخوام؟ من کامل این دفعه میخوام استفاده کنم ازش. پس کدوم رو میبرم؟ Bootstrap Min. میام توی Asset CSS هم این فایل بنده خدا رو میدازم توی اینجا که نمیشه. Show Explorer میکنم. Show in Explorer. و خب حالا اینجا برام باز شده. شما این طرف رو نمیبینید، من میارم که شما هم ببینید. اینو میندازم توی این قسمت. چی شد؟ الان این اینجا وجود داره. پس تو asset css هم اینو انداختم. js هم داشت. jsشو لازم داریم لازم نداریم؟ به نظر من که لازم نداشته باشیم فعلا. بعد اگر جلوتر بهش نیاز پیدا کردیم میریم اونو اد میکنیم. خب بچه ها این CSS رو ما اینجا اد کردیم، یعنی فایلش رو داریم، هنوز ادش نکردیم تو پروژه. اسم فایلم چیه؟ تایتلم آی وحید تست. خب یه دونه لینک اینجا من باز میکنم. برای چی؟ میخوام فایل CSS هم رو لود کنم. کدوم فایل CSS؟ اونی که تو assets، اونی که تو پوشه css و اونی که اسمش bootstrap.min.css. اوکی؟ خب اینجا هم دارم میبینمش. یه دونه فایل دیگه نیو میکنم از نوع استایل شیت. اسمش رو میذارم چی؟ استایلز. و با فرمت css فایل اینجا برای من ایجاد بشه. پس اونم بعد این لود میکنم. کنترل دی رو بچه ها اگر بزنید اون خط که روش هستین رو یه دونه داپلیکیت میگیره میندازه خط بعدی. حالا اینجا نویسم style.css. این از این. و دیگه چی میخوایم بچه ها اینجا؟ فعلا همین. خب اولی کاری که میکنم PSD رو نگاه میکنم. بک‌گراند صفحه ما بچه ها چه رنگیه؟ این رنگیه که اینجا من اینو کلیک کنم روش میبینیم F1 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 پس میام میگم body bg sharp in. اوکی ساده. خب bootstrap هم که add شده میام تو HTML. تو HTML بچه من چی دارم؟ یه دونه هدر دارم. هدر رو با چه تگی می نویسم؟ با تگ هدر. توش چی نیاز دارم؟ توش یه کانتینر نیاز دارم چون اونا وسط بودن. ببینید اینجا من نوشتم دات کانتینر. وقتی که دات کانتینر بنویسم تبا بزنم اینجا برای من یه دونه دیو با کلاس کانتینر درست میکنه. حالا داخلش چی می نویسم؟ دات رو، یعنی یه دیو با کلاس رو. حالا داخلش دوباره چی می نویسم؟ دات کول اوتو. دو تا کول اوتو میخوام به این رو جاستیفای کانتنت بیتوین میدم. یعنی چی؟ اینو بنداز این طرف، اینم بنداز این طرف. اون کولا هم هر چی خودشون اندازه خواستن بهشون بده، من اصلا کاری بهشون ندارم. خب این از این مورد. حالا میام داخل اینجا میگم یه دونه دیو نیاز دارم. این دیوی که گفتم یکیش سمت راست باشه یکیش سمت چپ. بچه ها این سرشه و اون آی وحیدن. خب حالا سمت راستیه این لوگو منه. در واقع لوگو توش پس یه کلاس درست میکنم به نام لوگو. یه دونه
مثلا اینجوری میتونیم اسم گذاری کنیم، یه دونه IMG داشته باشه. خب پس من باید این عکس رو خروجی بگیرم دیگه. این عکس رو بچه ها سلکت میکنم، لایهش رو پیدا میکنم، اینه. بعد چی کار میکنم؟ میام روش کلیک راست میکنم، Quick Export as a PNG. خب حالا اگه پوشمون رو پیدا کنیم خیلی خوب میشه. IWay Test داخل ایمیج این قسمت من یه دونه لوگو سیو میکنم عکسم رو. خب حالا بچه ها دیگه چی نیاز داریم؟ یه دونه H1 و یه دونه مثلا H2 یا یه دونه حتی P. قبلش میام این عکس رو لود میکنم، Asset IMG چی؟ کنترل و اسپیس رو بزنی بچه خودش میاره لوگو داد PNG. این از این مورد. یه دونم کلاس درست کنم به نام لوگو تایتلز و داخلش یه دونه H1 و یه دونه H مثلا، حالا P میذاریم مثلا. خب داخلش نوشته آی وحید دوره آموزش فرانت‌اند، آی وحید دوره آموزش فرانت‌اند. این از این مورد. پس چی شد؟ من تا الان ساختار رو، ساختار سمت راست رو تهیه کردم. حالا ساختار سمت چپ، یه دونه آیکونه و یه دونه اینپوت. ساختار سمت چپ بهش میگم اسمشو چی؟ هدر سرچ. توش چی وجود داره؟ توش یه دونه باتن وجود داره، درسته؟ دکمه است دیگه اون سرچه. باتن وجود داره که داخلش یه دونه آیکونه، آیه با کلاس آیکون مثلا سرچ، حالا نداریمش و بعد میخواییم ایجاد کنیم. و دیگه چی داره؟ یه دونه اینپوت هم داره که توش نوشته، البته به عنوان پلیس هولدر که وقتی ما کلیک میکنیم تایپ میکنیم این پاک میشه. توش نوشته چی؟ جستجو سه تا نقطه. اینم از جستجو سه تا نقطه. خب کار بعدی که باید انجام بدیم چیه؟ این هدر بالامون رو بیایم درست کنیم. بچه ها رنگش رو کپی میکنیم، اول رنگ بک‌گراندش رو، بعد میام توی CSS. بچه ها اگر رو اینجا کلیک راست کنم اسپلیت ورتیکالی رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ این برای من این قسمت باز میشه و اینو میتونم اینجا ببندم و کد هام رو کنار هم دیگه به راحتی بزنم. این خیلی جذابه. خب گفتیم چی؟ هدر هدرمون بک‌گراندش چی بشه؟ بی جی شارپ فلان. این یعنی چی؟ بک‌گراندی که این شماره رنگ رو داشته باشه. خب بچه از بالا و پایین چی داره؟ فاصله داره. چقدر فاصله داره؟ نمیدونیم، خطکش رو برمیداریم ببینیم چقدر فاصله داره. مثلا حدودا این پایین 30 پیکسل، بالا هم 30 پیکسل فاصله داره. پس من یه دونه PSC 0. این چیه؟ میگه پدینگ C بالا و پایین دش 0 چپ و راست صفر بهش بده. چقدر جذابه، چقدر باحال این. خب پس بالا پایین رو ما این پدینگر رو دادیم. حالا اینی که دات لوگو داره، یعنی هدر فاصله دات لوگو، یعنی میگه اون لوگویی که توی تگ هدره. خب این چه اتفاقی براش بیفته؟ اولا که دیسپلیه چی بشه؟ فلکس بشه. چرا دیسپلی فلکس بشه؟ چون میخوام این عکسه و این لوگو تایتل بیافتن کنار هم. میتونستم دیگه چیکار کنم بچه ها برای اینکه این دوتا بیافتن کنار هم؟ چیکار میتونستم بکنم؟
آفرین. میتونستم فلوت بدم ولی فلوت برام یکم دردسرساز بود. به خاطر همین من از فلکس استفاده میکنم. دیسپلی فلکس دادم. بچه بزنین لود کنیم ببینیم تا اینجا چی شده اصلا، ما چی کار کردیم. کجا داشتیم میدیدیمش؟ نه جایی نمیدیدیمش. پس یه جایی الان بازش میکنیم و میاریم ببینیم چی شده. خب این از این. بچه ها میبینی که اون دوتا کنار هم نیفتادن، خیلی جذاب شد. چرا دوتا کنار هم نیفتادن؟ میام بررسی میکنیم دیگه. اینسپکت عضو جدا نشدنی از ما توی طراحی وب. چقدر بخوایم، هر چقدر بخوایم حرفه‌ای باشیم، هر چقدر بخوایم مبتدی باشیم، یه نیازه برای ما. این لوگوه بچه ها نگرفته. چرا نگرفته؟ بریم ببینیم. گفتیم هدر، اشتباه نوشتیم دیگه بابا. دیگه بچه ها حواسمون رو باید توی کد نویسی کاملا جمع کنیم که این اتفاقا برامون کلا نیفته. حالا یه رفرش اگر بکنیم بازم نمیان اینو کنار هم و بازم شاید مشکلی وجود داره یه جایی. پس ما میریم دوباره بررسی میکنیم. آها اینجا اسپیس خورده. خب الان اومدن کنار هم. بچه اون عکس دراز شد، چیکار کنم؟ یه دونه الان آیتم سنتر اگر بهش بدم، یعنی مواردی که میبینی بیا وسط. و حالا اون عکسی که اونجا وجود داره IMG یه دونه مارجین لفت، اینجا رو دقت کنید، ML مارجین لفت مثلا 20 پیکسل داشته باشه. تو خود نرم افزار بخوام خروجی رو ببینیم، بچه من خودم کار نکردم با این ولی فکر نمی کنم الان این امکان رو به ما بده، ولی خب فکر نمی کنم نیازی هم باشه. شما چون تو مرورگر میتونید خیلی سریع ببینیم دیگه. اوکی الان فاصله رو ایجاد کرد. خب بچه قبل اینا من بیام فونت رو اد کنم، نظرتون چیه؟ داریم CSS میذاریم، الان میخوام قبلش فونت رو اد کنم. خب تو دیدیم ویور، آره یادم میشد اینجا هم احتمالا میشه ولی خب من خودم کار نکردم. اینا اینجا یه چیزایی داره، مثلا فکر کنم اگر اینجا اینو بزنین برای شما مثلا تغییراتی که اعمال کنید رو سریعتر میتونه نشون بده. حالا زیاد اون قدره بچه مهم نیست، من خودم از اینو تا حالا استفاده نکردم. خب میخوام فونت رو اد کنم. بچه فونت رو من آوردم توی دسکتاپم و اینجا گذاشتم. اینه. کدوم فونت رو لود کنم؟ اونی که فونتش فارسی باشه به نظرم. اول اینکه میام تو وب فونت، منظورم اون عدداش بود فارسی باشه. خب پس تو وب فونت نمیرم، میرم توی فارسی نامرال. توی فارسی نامرال قسمت وب فونت میتونم فونت ها رو بردارم اینجوری کپی کنم و ببرم توی پروژه خودم که اینجا وجود داره. کجا داریم اینو؟ توی آی وحید تست، توی اسیت، توی فونت. بچه من میتونم اینو پیست کنم. الان فارسی نامرال فونت چی بود؟ ایران سنس بود فکر کنم، فونت ایران سنس نسخه وبش توی توی اون وبسایت ما الان فایلش وجود داره ولی من هنوز لودش نکردم. حالا بریم جلوتر ببینیم دیگه چی داشت. همون فایل زیپ اینو باز میکنم. در واقع اون فولدرش رو باز میکنم. فارسی نامرال وب فونت غیر از این فونت ها یه دونه فایل CSS هم اینجا برامو گذاشته بود. جفتش رو باز کنیم ببینیم کدومش به دردمون میخوره. خب اینجا باز شدم، من میارمشون این طرف.
اولی اومده فونت فامیلی داده این و یه سری کلاس تعریف کرده و یه سری استایل که خب من با این کاری ندارم مثلا. دومیه چی؟ دومی اومده اینجا قشنگ این کلاس ها رو آدرس سیو کرده و گذاشته. حالا کدوم به درد من میخوره؟ دقیقا همین به درد من میخوره. این کدا رو کجا بذارم؟ یه کپی میگیرم اینجا داخل پروژه یه دونه فایل ایجاد میکنم CSS استایل شیت در واقع با اسم چی؟ فونت. خب و این کدا رو اینجا لود میکنم. آدرسش چجوری؟ آدرسش درسته؟ گفته یه پوشه برگرد عقب، برو تو پوشه فونت، یه پوشه که از اینجا برگرده عقب میتونه اینا رو ببینه، برو تو پوشه فونت، برو قسمت EOT و فایل فلان رو اینجا برای من لود کن. پس فونت فامیلیمون چی شد بچه ها؟ این اوکی، اینو میبندیم، لودش نکردیم. پس یه بار اینجا لودش بکنیم font.css. این از این مورد. توی بادی یه دونه فونت فامیلی درست میکنیم به نام ایران سنس. خب این از این مورد بچه ها. حالا فونت من احتمالاً باید عوض شده باشه، ببینیم عوض شده یا نشده. دقیقاً چیزی که من میبینم اینجا فونت ما عوض شده. بچه رنگ هدر رو من نگاه کردم کلن چه رنگی بود؟ رنگ سفید بود. پس من هم اینجا یه کالر سفید میدم به این مورد، این همه سفید میشه. خب این H1 که من اینجا گذاشتم بچه ها فونت هایتش چقدره؟ هایتش حدود 30 پیکسله. حالا پس من میام اینجا میگم دات لوگو دات H1 در واقع F3ش مثلا باشه 15 چند بذاریم؟ چند بود اینجا؟ 30 بود. اینجا بذارم 30 بچه فکر کنم زیاده. خب نه مثل که جواب داد بچه ها. الان چیزی که من میبینم فونت هم رفت سمت چپ، همینجا درستش میکنم چون بوت استرپ داره برای من تکس الاین لفت درست میکنه، اینو میکنم تکس الاین رایت. خب اوکی این تا اینجا. اون زیریه سایزش چجوریه؟ درسته؟ آره بد نیست، درسته. خب روبرویی چی؟ بچه ها روبرویی اولا که اون بک‌گراند رو نداره اینپوتش، پس میام چیکار میکنم؟ کلاس دادم بهش، چیکار کردم؟ آره یه کلاس دادم بهش، میگم هدر سرچی که شما دیدی خب اون اینپوتی که توش بود و بیا بوردری بهش نده لطفاً، بوردرش رو صفر میکنم، یا بک‌گراندی هم حتی بهش نده. و دیگه چی؟ خب این از این حالت. کالرش چه رنگی باشه؟ کالرش هم میخوام سفید باشه. خب این از این مورد. حالا اون دکمه بچه ها چجوری باشه؟ یه دونه آیکون داشتیم ها، چی کار کنم به نظرتون؟ خب آیکون رو از کجا بیارم؟ آیکومون میتونم بیارم از فونت اعصام هم میتونم اونو بیارم. برای اینکه راحت تر باشیم بچه ها من از فونت اعصام میارم، یه ثانیه میخوام کپی بگیرم، دیگه نمیخوام برم آیکونه رو پیدا کنم ببرم تو اونجا و این چیزا، اینو دیگه هممون بلدیم. میریم تو چه سایتی؟ فونت اعصام رایگان برای ما اینا رو گذاشته. اگه بریم تو قسمت دانلود و وب فونتاشو بخوایم دانلود کنیم،
دانلودش کجاست؟ من بیام اینجا استارت دانلود. خب میگه برای وب شما اینجا بیاین دانلودش کنید. دانلود که شد اینجا باز کنید لذت ببرید. خب این خود پوشه پروژه منه، یه مقدار کوچکش میکنم، این اینجا باشه، این هم اینجا. حالا تو این چیا دارم؟ من CSS رو دارم، همه ای فونتاش اینجا وجود داره. خب پس میام تو CSS هم all.min.css رو میزنم، این باشه. و خب فایلاش کجاست بچه ها؟ اینجا تو وب فونت هست فکر کنم. اینا هم بیاد توی اینجا پوشه ای به نام، خب چون میخوام آدرس دهی به هم نخوری یه دونه وب فونت هم ایجاد بکنم اینجا، بعد نیست. این از این مورد. خب حالا کدوم رو لود کنم تو صفحم؟ all.min.css هم باید من لود کنم تا جواب بده دیگه. پس اینجا چی لود میشه؟ all.min.css. این از سیو این. خب برم اینو یه دونه رفرش کنم، چیزی که برای من بر نگردون، چون اصلا اسم آیکونمون این نبود دیگه، در واقع اسم آیکوناش اینجوری بود. حالا آیکون ها رو بچه اگه یادتون باشه میومدم از کدوم قسمت، این بالا یه دونه آیکونز داشت که برامونم نمی آورد، به خاطر همین من اپرا رو آوردم واسه چیزایی که برامون نمیاره. اینجا ما بزنیم باز کنه، نخواهیم وی پی ان وصل کنیم تصویر و صدامون قطع بشه، ولی مثل این که سرعت پایینه و نمیاره و داستانیه دیگه اینا. خب فکر میکنم مثلا با یه همچین کلاسی که بنویسیم مثلا FA سرچ، مثلا اینو بتونه به ما نشون بده. حالا یه تست بریم، چون من اسم کلاسش هم بلد نیستم دیگه. این از این کپی، به جای این آیکون سرچه پس چی می‌نویسم؟ FA سرچ. خب بذار ببینیم چی شد خروجی آیکون چیزی. آها خیلی عالیه، پس این آیکونه برای من اومد، اسمش هم نمیدونستم، همینجور شانسی زدم اومد. خب توی این هدر سرچ من یه باتم هم داشتم، باتن من باید بک‌گراندی نداشته باشه و خدمتتون عرض کنم کالرش هم سفید باشه و دیگه چی داریم؟ بوردری هم نداشته باشه در واقع دیگه، بوردر نام. این هم از این مورد. یه رفرش. خب بچه این شد، این خروجی ما توی قسمت سرچه. حالا خود این سرچه بچه اگر ببینید میتونه یک کوچولو بیاد وسط‌تر قرار بگیره، پس من به پدر این روه میتونم یه دونه الاین آیتم سنتر هم بدم. الاین آیتم سنتر، چه اتفاقی میفته؟ اینا اومدن وسط. خیلی ساده بچه‌ها من تونستم هدر رو اینجا با تمام جزئیاتش پیاده سازی کنم. خب حالا بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی چی رو داره میگه؟ منوها رو داره میگه. بچه اینم فوق العاده راحته، میخوام اینجا امیت بنویسم، دقت کنیم. خب داخل هدر توی این قسمت ما از کانتینرمون این نویگیشن یا منومون زده بیرون، پس من کجا باید بنویسمش؟ بیرون خدمت رو عرض کنم که کانتینر، پس چی بنویسم؟ بنویسم نو و حالا داخلش میتونه یه کانتینر وجود داشته باشه. دوباره اون کانتینر چی داخلش وجود داره؟ یه دونه ال آی که، یا در واقع چند تا ال آی؟ 5 تا ال آی که داخل هر کدومشون یه دونه ایه.
و دقیقا من میتونم اینجا اون متن رو بیارم، از تو فتوشاپ میرم بچه این متن رو میارم. این صفحه اصلی، فروشگاه، یکم شاید نوشتنش راحت تر باشه، بزن حفظ کنیم. وبلاگ تماس با ما درباره ما، وبلاگ تماس با ما و محصولات. خب این از این. دیگه چی نیاز داره بچه؟ من یک کلاس منو هم بهش میدم، یا بهتر بگم هدر منو. خب حالا هدر منو رو چیکار کنم؟ هدر منو بچه ها چه شکلی بود تو پیستیمون؟ یه بگراند قرمز داشت، پس بگراندش رو من نیاز دارم، بگرانده رو برمیدارم و خیلی خیلی ساده میگم میام بی جی شارپ کد بگراند. این از این. حالا بچه ها یه کانتینر توش بود، کانتینر من داخلش یه دونه UL بچه ها میاد سطرها رو میندازه زیر هم دیگه. پس من بعد اینجا چیکار کنم؟ از دیسپلی فلکس استفاده کنم. دیسپلی فلکس چیکار میکنه؟ اینا رو میاره کنار هم. اگر رفرش کنیم بچه ها میبینید که اینا اومد کنار هم. خب لیست استایل داره، لیست استایل این UL شو بر میدارم من، لیست استایل نان. خب اینم از این. حالا بچه ها پایینش پدینگ داره، این واسه چیه؟ از کجا داره میگیره؟ اینسپکت بچه ها یار همیشگی رو صدا میزنیم، میایم روی اینجا میبینیم پدینگه بچه ها واسه خودمون هدره است. پس ما من باید بهش بگم که شما اصلا پایینت هم نمیخواد داشته باشی، باش قبوله، ما قبولت داریم، تو پایینیه رو نمیخواد داشته باشی. میگه خب باش، شما به من فقط دستور بده. الان ما بهش میگیم که شما فقط سه تا مقدار داشته باشی، 30 صفر و صفر در واقع. این از این مورد. این میچسبه پایین. خب بچه ها سایزش چقدره اون الای من؟ 15 پیکسل سفید. اینجا 15 افسده، فونت سایزه 15 و دیگه چی نیاز داشتیم؟ کالرش هم که سفید بود دیگه، سی شارپ اف. حالا بچه یه مارجینی هم دارن نسبت به هم دیگه الای های داخل این قسمت، که بهشون میگیم چی؟ الای امیت. بچه ها مارجین لفت چی میشه؟ شما بگین به من. میخوام مارجین لفت بدم، عالی. ML مثلا 15، ML 15 رو دادم. دیگه چی نیاز دارم؟ دیگه همین. چی به هم داره خروجی میده؟ این بچه رنگ سفید اگر دقت کنید روش اعمال نشد. چرا اعمال نشد؟ چون که اون رنگ رو بوتستراپ داده بود به A های داخل اینجا. یعنی اگر من اینو کپی کنم بیام اینجا بنویسم A و این کالر رو بدم، مطمئنا اولویت میاد الان با این A که اینجا وجود داره و اینا رنگ سفید میشن. فوق العاده خوشگله. خب حالا پدینگ بالا پایین هم داره، پس من یه دونه پیه، فاصله از بالا پایین چقدره؟ مثلا حدود 10 تاست. پس به این A که اینجا وجود داره یه پی 10 صفری هم میدم. یه رفرش. اعمال نشد. بچه ها یادتون چرا اعمال نمیشد؟ چون پدرشون یا دیسپلی فلکس نیست یا خودشون دیسپلی بلاک یا اینلاین بلاک نیستن. پس من این دیسپلی اینلاین بلاک به اینا میدم و این اتفاقی که اینجا میبینیم میفته. این فاصله رو میکنم 20 تا، مارجینه رو. یه رفرش. خب الان یه مقدار جذاب تر شد. حالا تو هاورش میخوام چه اتفاقی بیفته؟
میخوام یه زیرمنو باز بشه، مثلا فروشگاه رو که رفت یه زیرمنو براش باز بشه. پس من فروشگاه رو پیدا میکنم، این فروشگاه مثلا افق کوروش، بیام لینکش که جداست، داخلش یه دونه ULLI چند تا LI؟ 5 تا LI. توش چی باشه؟ A باشه. متنش چی باشه؟ صفحه اصلی. بچه دقت کنید چقدر راحت. خب حالا چیکار میکنیم؟ اولا میگیم که UL دیسپلیش نان باشه. قبلش کامنتش کنم ببینیم چیه خروجیمون. اول بچه خروجی که میبینیم اینجا به این شکله. پس اول باید من چیکارش کنم؟ دیسپلیش رو فلکس کنم. دیسپلی فلکس و فلکس دایرکشن کالم چی میشه؟ اینا میان زیر همدیگه قرار میگیرن. اگه دقت کنید اینجا اومدن زیر همدیگه قرار گرفتن. خب حالا باید چه اتفاق بیفته؟ باید حتما پوزیشنش ابسولوت بشه. خب حالا که پوزیشنش ابسولوت شد کوشش چی کارش کنی؟ پس یه بکگراندی هم نیاز داره. بکگرانده چی باشه؟ همین رنگی که ما برای منو بالاییه داریم. خب حالا این بکگراند رو من بهش میدم. در واقع این از این یه دونه هم کپی میگیرم از این، یا در واقع از خود همین، و میگم حالا LI هایی که داخل اینجا وجود داره BB یعنی چی؟ border bottom 1 سالید و رنگ. حالا این رنگ چه رنگیه؟ یه زوم میکنم بچه ها، میام روی این قسمت. یکم دیگه زوم که اشتباه برداشت نکنیم بچه ها، همینه دیگه، این رنگه. هاور شد این رنگی بشه. یعنی در واقع اون زیر منوهای این رنگی بشه. border bottomش هم اینجوریه. خب این از این. چیزی که دارم اینجا میبینم یه موردیه. پدینگ رایت داره. چی پدینگ رایت داره؟ چقدر بدش کرده اینو. پدینگ رایت 15 پیکسل داره. کجا میاد؟ چند پیکسل هستن؟ بچه همینجوری توی این قسمت اینسپکت میتونم دنبالش بگردم و ببینم پدینگ از کجا اومده. پدینگ که در واقع این یوله گرفته. خب پیداش نکردم. توی اینجا نویسم پدینگ. بازم پیدا نکردم. پس مرورگر شاید داره دیفالت میده یا بوتستراپ داره میده و من الان اینجا نمیبینمش. پس با پدینگش هم کلن پدینگ UL رو اینجا P0 رو من اعمال میکنم که پدینگ اینجا نداشته باشیم ما. خب بچه ها این از این. پدینگ هم که ندادیم، اینا هم که LI ولی LI ها مثل این که مارجین رو دارن. خب میگیم LI اینجا دیگه اون مارجینه رو ندارین. M0 مارجینه رو از بالایی گرفته بود دیگه. خب حالا اینجوری شد. یه دونه مین وید بچه ها میدم به این که این اندازهش حفظ بشه. چقدره؟ 225 تاست. پس من یه دونه مین وید 225 به این UL هم میتونم بدم. مین وید 225 پیکسل. خب چی میبینم تو خروجی؟ اینو میبینم. یه پدینگ هم نیاز داره. LI ها PR
پی آر مثلا چقدر؟ مثلا حدود 20 پیکسل. یه رفرش، این چیزی که من اینجا میبینم. خب بچه این باید دیسپلیش نان باشه، یعنی نشونش نده، و وقتی که روی این LI هاور میشه چیو دیسپلیش رو از نان در بیاره و بکنه فلکس، همون UL-ی که داخلش وجود داره. پس این UL دیسپلیش میشه فلکس. یه رفرش بچه ببینید که اینجا ظاهر میشه به راحتی. حالا من اینجوری دوستش ندارم، راستش خودم خوشم نمیاد. میام چیکار میکنم؟ میخوام یه حالت فید بهش رخ بده، میگم اوپاسیتی صفر و ویزیبیلیتی هیدن تبدیل بشه به چی اینجا؟ اوپاسیتی یک و ویزیبیلیتی ویزیبل. بچه چون میخوام انیمیشن داشته باشه، اگه یادتون باشه از چی استفاده میکردیم؟ ترانزیشن. ترانزیشن زمان انجام تغییرات بود. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ یه رفرش بچه ببینید چه حالته، بالتر و قشنگتری گرفت. حتی من میتونم کارهای مختلف دیگه هم انجام بدم، مثلا بگم به صورت دیفالت این مارجینه میتونستم MT منفی 10 داشته باشه یا MT منفی 10 پیکسل داشته باشه و اینجا صفر بشه. خلاصه نرفت بالا. بذاریم بچه یکم دیگه ببریمش بالا ببینیم چه اتفاق میفته. آها الان شد. فکر کنم یه مقدار من بعد اینو کم کنم، همون 10 تایه بس باشه. سیو نشده بود. بچه ببینید چه حالت جذاب تریه این منو الان. خب این منو خیلی حالت قشنگ تری داره دیگه، جذاب ترم هست. خب بچه ما تا اینجا الان جلو اومدیم، پی اس تی مون رو یه دور نگاه کنیم، چیزی از هدرمون نمونده، خدا رو شکر همه رو زدیم. یه دونه چیز هم داشت دیگه، یه دونه هاوری هم واسه این الای ها وجود داشت، یه هاوری هم براش میزنم. رنگ بک‌گراندش هم شده چی؟ اینی که اینجا داریم، BG Sharp Paste. اینم از خروجی ما تا این مرحله. خب بچه ساعتمون 8 تا 7 دقیقه است، یه 5-6 دقیقه استراحت کنیم، یه آنتراک بریم، برگردیم ادامه بدیم. میخوایم اسلایدر درست کنیم، این خیلی حال میده. اگر سوالی هم داشتی این میون بگین، من تا اومدم انشالله جواب بدیم و بریم ببینیم کجا چه خبره دیگه. من فیلمم استارت میکنم. تا کجا رفتیم جلو؟ تا اینجایی که ما زیر منو رو اینجا درست کنیم. بچه این منوه یه دونه پدینگ از چپ و راست بگیره، به نظرم قشنگتر میشه. پس بیام چیکار میکنم؟ به LI که اینجا هاور میشه و رنگی میشه یه پدینگی هم میدم، پی صفر مثلا 5 پیکسل. یه فاصله ای این طرف داشته باشیم. فیلم داره ضبط میشه. البته تو هاور گذاشتم این شکلی شد. خب اوکی، خدا خواست که اینجوری بزنیم. میام چیکار میکنم؟ یه دونه ترانزیشن بچه ها میدم به این، ببین اینم افکت جذابی میشه. حالا ترانزیشن 0.3 ثانیه دادم به چی؟ به LI ها.
موقع هاور چه اتفاق میفته؟ باید حالا این شکلی میشد، ولی فکر کنم من اشتباه دادم، چون آها من گفتم ULULLI ترانزیشن رو داشته باشه و نگفتم LI ترانزیشن داشته باشه، در واقع میگم اینجا LI ترانزیشن داشته باشه. حالا دقت کن چه اتفاق میفته، این هم میتونه افکت جذابی باشه به حالا واسه خودش. این هم از خانم سعیدی هم میگن که تکست دکوریشن رو نان کنید. چشم، تکست دکوریشن کلن AI که توی اینجا وجود داره رو من میگم نان بشه، تکست دکوریشن نان خوشگل تره. موافقم. یه رفرش بچه ها، این تا اینج. خب این هم که درسته و این هم درسته و این هم هست. قسمت بعدی بچه ها چیه توی PSD ما؟ اون اسلایدر است. اسلایدر رو بچه ها، اینو یعنی در واقع یه عکسیه که من اینجا میخوام اسلایدر بذارم. خب بچه ها اسلایدر انواع مختلفی داره. حالا من چجوری استفاده کنم؟ آیا خودم یه اسلایدر درست کنم با جاوازکریپت یا نه از اسلایدرهای آماده استفاده کنم؟ مطمئنا استفاده از اسلایدرهای آماده معقول تره، چون تا من بیام بنویسم و اینا ممکنه یه سال طول بکشه. اما حالا از کدوم استفاده کنم؟ دو تا راه داریم، یکی این که بریم ببینیم سایت های بزرگ از کدومشون استفاده کردن، یکی این که سرچ کنیم تو اینترنت best slider jQuery مثلا، چون من با jQuery کار میکنم، jQuery plugin. بهتریناشو به ما بگو ببینیم چیه. خب اولی که برامون فیلتره، دومی شما بگو. اومده اسلیک رو معرفی کرده، فکر کنم جلسه قبل اینو با هم دیدیم. دومی که اومده معرفی کرده فلکسیبل موبایل تاچ اسلایدره. بعدی چیه؟ اینه. حالا یکی یکی با هم میبینیمشون. و دیگه چی دارن؟ من یه دونه رو که میخوام کار کنیم و اینجا نگفتن. خلاصه همینا کافی بود. بریم ببینیم اینا چی هست. دمارشو با هم دیگه میبینیم دیگه. میخوام انتخاب کنم که از چه لایبرری استفاده کنم. خب این اسلیک بهش میگن اسلیک دیگه، در واقع این اوکی بچه ها این اسلیکه. از اولیه بیایم شروع کنیم. این اسلیکه یکم انگار گیر داره، من باش راحت نیستم، ولی خب خیلی جاها من دیدم بچه ها از اسلیک استفاده میکنن. اندازه رو خانم کریمی، اگر من یه اندازه‌ای بگیرم اینجا سمت چپ بالا، اینجایی که تول تیپ ظاهر شد، اینجا وید و هایت رو کنار هم می نویسه برای من. خب این از اسلیک. این یه پلاگین دیگه است به نام سویپر، و چون من میخوام با این کار کنم این خیلی باحالتر و کاملتره. همه نوعی داره بچه ها، تب هم حتی داره، پازلی هم داره حتی. دیگه چی داره؟ دیگه بچه ها نمی کنید حالت اینجوری هم داره که یه دونه رو بزنم مثلا کانتنتش عوض بشه، اینجوری هم داره و حالت های مختلفی کلن داره، خیلی جذابه.
این از این، اینم دیدم زیاد استفاده میکنن. این چیه؟ فلیکیتی. اینم دیدم زیاد استفاده میکنن. این حالت انیمیشنی باحالی داره، میره و برمیگرد. خب بچه بذاریم چیکار کنیم؟ بریم ببینیم مثلا دیجیکالا از چه سلایدری استفاده کرده. اینم یکی از راههایی که من میتونم مثلا برای انتخاب اون پلاگین مثلا اسلایدرم یا هر پلاگین دیگه‌ای که میخوام استفاده کنم انتخابم بتونم عوض کنم. این اسلایدر دیگه اینجا بچه‌ها، اینسپکت رو باز میکنم، میام اینو زوم میکنم. بچه‌ها از کلاساش باید یه جوری بفهمم که این از چه پلاگینی استفاده کرده. بچه‌ها اگه کلاساشو ببینید میبینید که از سویپر استفاده کرده. سویپر کدوم بود؟ همینی که اینجا داشتم میدیدم. پس به نظرم خوبه. خب حالا باید بریم تو سایت خود سویپر، sweeperjs.com. خب از اونجایی که فیلتره من اپرا رو آوردم اینجا ببینیم. امیدوارم این سویپر جی اس رو حداقل برامون باز کنه بتونیم ببینیمش، یا حالا اگرم اینو برامون باز نکرد بچه میریم تو گیت هابش، میگم سویپر جی اس گیت هاب، تو گوگل سرچ میکنم، گیت هاب داره. بچه دموهاش ایناست دیگه، نمونه هایی که میشه پیاده کرد ایناست، عمودی افقی همه نوع حالتی هم داره. بچه این گیت هابشه، یعنی این فضایی که گذاشته داخلش ما بتونیم از اون استفاده کنیم. حالا چجوری استفاده میکنیم؟ بعد بیم بخونیم دیگه. میگه شروع کردن تو اینجا نوشتم که چیکار کنی. حالا تا این میاد باز بشه بیام پایین تر، میگه ورژن 5 رو میخوای اینجا بیا دانلود کن، ورژن 4 رو میخوای بیا اینجا دانلود کن. میگم خب اوکی من 5 رو میخوام، آخریه رو. اینم واسه دانلودش، اینو دانلود کردم. گت استارتش اگر باز میشد خیلی اینم گزینه خوبی بود. البته شما میره تو سایت خودش، مثل اینکه باز نمیشه. جایی دیگه نداریم، مجبوریم یعنی وی پی ان رو وصل کنیم. ببینیم خودش تو فایلش آموزشی نداره، یه ریدمی چیزی هم داشته باشه کار ما را میندازه. یه ریدمی اینجا داره، ببینیم تو چی نوشته. خب ریدمی همونه که دیگه چیزی توش نیست. اوکی بچه یه ثانیه بعد الان من یه دونه وی پی ان وصل کنم، این سویپر جی اس باز بشه. فقط سایتش رو نمیدونم چرا فیلتر داریم ما دیگه، ما رو تحریم کرده مثل اینکه، و بتونیم از این اسلایدر پرقدرتمون استفاده کنیم. بچه صدا و تصویر رو دارین؟ مشکلی نداره؟ اگه مشکلی نداره میخوام با همین وی پی ان بریم جلو. بچه صدا تصویر رو دارین؟ خب این بچه اون سویپر است که بهتون گفتم حالتهای فوق‌العاده جذابی داره اسلایدرش، همونجور که میبینین. این نمونهش رو همون بالای سایتش گذاشته. بریم ببینیم چیا داره. میگه اینا از سویپری که من نوشتم استفاده کردن، جذاب دیگه. پس اون بزرگا اینجا اومدن از این استفاده کردن. گت استارت رو که بریم میگه چی؟ میگه نصبش چجوریه. میگه اولا که میتونی از CDN استفاده کنی، میتونی هم دانلود کنی استفاده کنی. راه دوم دانلود. دانلودش کجاست؟ اینجاست. ما دانلودش کردیم. از تو کجا؟ از تو گیتابش. حالا چجوری استفاده میکنن؟
اینجا میاد بهمون میگه چجوری استفاده میکنن. در واقع این بالا گفته بود یه دونه فایل CSS داره و یه دونه فایل JS که میگه اینا رو لود کن. حالا توی این فایلی که ما اینجا دانلود کردیم توی پوشه یه. حالا تو کدوم پوششه بعد با هم دیگه پیداش بکنیم دیگه. اسکریپت اینجا نیست، توی SRC اینجا هم نیست. امیدوارم فقط فایلش اونجا برای ما گذاشته باشه ما دانلود کردیم. پکیج هم که نیست. اسکریپت هم نیست. SRC هم دوباره ببینم. خب بچه ما رو غافلگیر میکنم و فایلش تو اینجا نیست. میریم یه جای دیگه دانلودش میکنیم، اینجایی که گفته. خب کدوم نسخه رو میخوام؟ من که ریاکت کار نمیکنم، من میخوام سویپر باندل رو داشته باشم. سویپر باندل دات جی اس. اگر مینش رو بردارم بچه نسخه فشرده شده همینه. خب پس من این مینه رو برمیدارم. دانلودش چجوریه؟ یه دکمه دانلود به ما نمیده. یعنی خب اوکی اینو زدم، اینو سیو میکنم. کجا سیو میکنم؟ دسکتاپ آی وحید تست توی اسید جی اس. این فایل رو من سیو کردم. دیگه چی رو نیاز دارم؟ CSSش هم بچه ها نوشته بود نیاز داریم، پس CSSش هم از اینجا میام بر میداریم. دوباره این هم این همون حالت قبلی سیو میکنم. این بار کجا؟ توی CSS ها. این هم از این. خب چی نوشته بود؟ گفته بود این دوتا رو لود کنید. ما هم همین کار میکنیم. توی اون هد میایم CSS رو لود میکنیم. اسمش چی بود؟ سویپر. و حالا باید جی اس هم لود کنیم. بچه چون از جی کوئری ما میخوایم استفاده کنیم باید جی کوئری هم لود کنیم. خب جی کوئری چجور لود میکردیم؟ اگر یادتون باشه من جدا از اینجا میام یه دونه جی کوئری سرچ میکنم. البته جی کوئری، خب jquery.com میام تو قسمت دانلود و نسخه فشرده شده jquery 3.5.1 رو دانلود میکنم. فایلشو برام میاره، کنترل اس میزنم، اینم سیو میکنم. کجا؟ توی js ها. خب اینم از این. خب js رو چجوری لود میکردیم؟ اسکریپت src assets js و چه فایلی؟ jquery. خب بعدش چی رو لود کنم؟ یه کپی از این میگیرم، کنترل دی زدم بچه ها. به جای اسم این میخوام سویپر رو بنویسم. سویپر رو لود کنم دیگه. اینم از سویپر. بچه ها یه فایل دیگه هم مینویسم که اسکریپت های خودم رو لود کنم. اسمش رو میذارم اسکریپتز، مثل اون استایلز. خب پس اینجا یه دونه فایل نیو جاوا اسکریپت، اسمش اسکریپتز. خب اگر یادتون باشه بچه ها جی کوئری بین دو تا خط نوشته میشد، اون چی بود؟ شما بگین. کدای جی کوئری بین دو تا خطی که تو چی نوشته بود؟ آفرین، نوک زبونتونه. بهش میگفتیم داکیومنت ردی. چجوری مینوشتیمش؟ اینجوری یه دالر پرانتز باز بسته document dot ready. حالا اینجا دوباره یه فانکشن باز میشد و اینجا بسته میشد. این document ready ما. حالا هر چی کد jQuery داریم
این میون باید نوشته بشه. خب بیایم ببینیم دیگه چی گفته بود. سویپر گفته بود چیکار کنیم. سویپر به ما گفته اینا رو بچه ها گفته برای اینکه از NPM نصب کنید و این چیزا. گفته HTMLی که من اینجا دادم و شما بیاین لود کنید. این HTML رو لود کنید. کجا لود کنیم؟ خب جایی که دوست دارم. اولین کاری که میکنم یه دونه بچه ها رسیدم به مین. مین یه دونه تگ داشتیم دیگه. تگ مین رو باز میکنم. یه دیو درست میکنم به نام اسلایدر. واسه اسلایدر همه دیگه. خب تو این اسلایدر اون کدی که داده بود رو پیست کردم. خب حالا عکسی که اینجا وجود داره رو من میخوام بذارم توی این هر کدوم از این اسلاید ها. یکی اینه خروجی میگیرم. اینه میکنم اسلایدر یک. یکی دیگه هم بچه اینجا هست. اینه میکنم اسلایدر دو. اکسپورت رو کویک اکسپورت از پی ان جی. این همیشه اسلایدر دو. خب الان من دو تا عکسم اینجا دارم. پس تو این اسلاید یک اینا میتونم یه دونه آی ام جی لود کنم. اسست آی ام جی اسلاید یک. دوباره اون یکی اسلاید دو. خب بچه ها چون میخوام اوکی همین دوتا بس. اینجا نمیشد اسلاید، به خاطر همین اینجا اومدم اد کردم. حالا اینا دیگه چیزایی هست که حالا با هم میبینیم چی هست. خب گفته بعدش چی کار کنین؟ گفته بیا این CSS رو بذار، ما اینو نیاز نداریم چون خودمون عکس میخوایم بذاریم. بعدش گفته بیا چیکار کن، این کد JS رو اضافه کن به JSات. ما JS هامون با jQuery می نوشتیم دیگه. پس میایم بین این دوتا خط JSی که داده بود اضافه میکنیم. فعلا اصلا نگاه نکردم ببینم چیه. بچه ها بریم ببینیم چه اتفاقی توی کدمون افتاده. خب کنسول بچه ها باز کنم ببینم اروری داریم. اروری نداریم. ولی بچه ها یه دونه اسلایدر افقی برای من درست شده اینجا اگه دقت کنید. افقی عمودی همه حالتی درست شد. ببینید کد چی بود بچه ها. گفته بود برای من یه دونه سویپر درست کن. از چی؟ از این کلاس. این کلاس چی بود بچه ها؟ این کلاسی که من اینجا داشتم. خب باشه دایرکشن ورتیکال باشه، من نمیخوام عمودی باشه، پس اینو برش میدارم و همین. بریم ببینیم الان چی شد خروجمون. آها الان یه حالت بهتری شد بچه. اون عکس فکر کنم تکراری بود. عکسی که داشتم اینجا خواستیم تفاوت رو متوجه بشیم که مثل اینکه آره تکراری اومده. اینو من بعد بردارم تا اینو بتونم خروجی بگیرم. خب اینو رو دوه ذخیره میکنم. این هستی الان چی میبینیم؟ اینو داریم میبینیم بچه. تو کانتینر باید باشه اسلایدرمون، یادمون رفت. یه دونه دات کانتینر داخلش اسلایدر. یه رفرش خروجی بچه ببینید. الان من تونستم یه دونه اسلایدر درست کنم. خب برای من خیلی جذابه. خب یکم دیگه بخوایم بررسیش کنیم بچه ها چه کدایی توی این JS نوشته. نوشته لوپ ترو. لوپ چیه بچه ها؟ اون چرخش هست، یعنی وقتی رسید به آخری دوباره برگرد از اول. پجینیشن چیه و این چیزی که اینجا نوشته چیه بچه ها؟ پجینیشن اون نقطه هاییه که توی این اسلایدر وجود داره. اگه دقت کنید اینجا این نقطه هایی که اینجا وجود داره بهشون میگن پجینیشن در واقع. خب میگه خب پجینیشن رو من کجا بنویسم، کجا اجرا کنم. من تو این جایی که در واقع کدمو نوشتم یه دونه سویپر پجینیشن داشتم و بهش میگم شما المنتت
کلاس سویپر پجینیشنه، به خاطر همین اون نقطه ها رو میذارم اونجا. نویگیشن چیه بچه ها؟ نویگیشن این فلش های سمت چپ و راسته و چیکار میکنه؟ و من گفتم اونی که قراره بره اسلاید بعدی کلاسش اینه، و در واقع اونی که میره اسلاید قبلی کلاسش اینیه که اینجا نوشتم. این از این دوتا، این نویگیشن. اسکرول بار چیه بچه ها؟ اسکرول بار هم اینیه که این پایین اینجا اگه دقت کنید یه خط نواری وجود داره که من جا به جا میکنم، اینم تکون میخوره. این اسکرول باره که میتونیم داشته باشیم میتونیم نداشته باشیم، من اینجا اصلا نیازش ندارم، اینو برمیدارم و کد HTMLش رو هم برمیدارم. همین حد کافی بود برای من. این الان برداشتم اسکرول باره رفت، این اسلایدر منم اینجا حالت جذابی داره الان. خب من تا اینجا پس یاد گرفتم از سویپر به عنوان یک خدمتتون عرض کنم که اسلایدر استفاده کنم، جکوئری بزنم، این خیلی برای من جذاب و باحاله. خب توی استایل ها به اون اسلایدر یه دونه چیزم میدم که خوشگل تر بشه، یه دونه border radius 10 پیکسل. خب مثل اینکه border radius رو نمیخواد برامون بنویسه، ما اینجا خودمون دستی مینویسیمش و یه رفرش. بچه انجام نشد، چرا؟ چون عکس زده بیرون، در واقع خودش گرفته اون حالتو. من اینجا یه دونه overflow hidden بدم به اسلایدرم، این border radius رو هم اینجا میگیره. خیلی الان حالت خوبی شد. این از اسلایدر من. خب بچه اینو بیاریم بالا ببینید دیگه چی داره. یه دونه جدول بچه ها اینجا داریم، این نمونه رو ما زدیم که شما بتونید یه دونه جدول رو اینجا حالا ترسیم کنید. خب خیلی ساده است، اسلایدر رو میبندم، یه دونه تیبل، همه چیز داشت پاک میشد، یه دونه تیبل دات، یه کلاسی هم بهش میدم مثلا تیبل، کلاس تیبل رو میدم به خود تیبل. این از این. یه دونه تی آر داره بچه ها، که تو هر تی آر یه دونه تی اچ و یه دونه تی دیه. چرا؟ چون یکیشون اگر دقت کنیم یکیشون تایتله و اون یکی مقدار. حالا پس تو تی اچ چی می نویسم؟ این مقداری که اینجا وجود داره، این مقداری که اینجا وجود داره رو میام توی تی اچ می نویسم و اون یکی مقداره رو میام توی تی دی می نویسم. توضیحاتشو دیگه. چند تا کپی هم ازش میگیرم، خیلی ساده است این دیگه درست کردنش. همه تون از برید TH بگراندش اینه، پس تو CSS هم میام مینویسم کلاسی چی دادم بهش؟ dot table اون TH ها، البته بگم خودش وید 100% داشته باشه، W100% تب، این 100% رو چاپ میکنه. بعد میگم dot table th background bg sharp عدد، اینم background برای من درست میکنه، اینو داشته باشه. و اون td ها چی داشته باشن؟ یه background دیگه ای در واقع داشته باشن، این بک‌گراند داشته باشن. خب این از این دیگه. بچه ها یه پدینگی هم دارن اینا که بهشون میدیم، میگیم پی مثلا 10 واسه یه جفتشون. خب یه رفرش بزنیم بچه ها. چیزی که اونجور داشتم میدیدم خیلی سریع درست شد برام،
اسلایدرم یکم باید فاصله داشته باشه تا پایین، یادم رفته. پس یه دونه ام بی مارجین باتم 20 پیکسل بهش میدم. خب خوب شد. بچه یه کوچولو فاصله بین جدولم تو پی اس تی بیشتر بود. چجوری این فاصله رو بدم؟ شما بگین بهم. چجوری اون فاصله بین تی دی ها و این چیزا رو ایجاد کنم؟ میخواییم بگین ها؟ پدینگر دادم که اون فاصله داخلی ایجاد بشه، فاصله بیرونی دقت کن اینجا رو. در واقع فاصله بین آیتم هایی که فاصله بین تی آر ها. یه چیزی داشتیم به نام border spacing، اینو میتونم بچه ها بدم 2 پیکسل. چه اتفاقی میفته تو جدول من؟ قرار بود اینا از همدیگه فاصله بگیرن، حالا چرا نگرفتن؟ حالا میبینیم چرا اینا از همدیگه فاصله نگرفتن. اینسپکت میکنیم، اینسپکت چاره ماست همیشه. بچه اگر من اینو زیادم بکنم، بازم 9 پیکسل گذاشتم اینجا، اعمال نشد. چرا؟ اگه یادتون باشه ما داریم از بوتستراپ استفاده میکنیم و بوتستراپ اومده به تیبل ها border collapse داده. وقتی اینو بده این اتفاق نمیفته. پس من برای این حالت این 2 پیکسل رو دادم border collapseشم، border collapse. اینو میذارم تو چه حالتی؟ حالت اینیشیال. حالا اگر رفرش کنم بچه اون 2 پیکسله ایجاد شد. یه دونه دیگه هم زیادش بکنم 3 پیکسل که کاملا واضح باشه و این به این حالتی که داریم میبینیم. این هم از جدول. خب جدول من یه مارجین باتم هم میخواد دیگه، یه مارجین باتم هم بهش بدم یادم نره. ام بی چقدر؟ 20 پیکسل. این هم از این 20 پیکسلی که اینجا من برای جدولم کنار گذاشته بودم. الان از بالا دوباره نگاه کنیم، یه اتفاق بعدی اینجا افتاده بچه ها. این زیر منو من رفته زیر اینجا، اگه دقت کنید. چجوری میتونم بیارمش رو؟ شما بگین. این زیر منو رو میخوام بیارم رو. آفرین. زد ایندکس میدم میاد رو. به چی زد ایندکس بدم؟ این کد. شما بگین به چی زد ایندکس بدم. به کدوم؟ به هدر منو بدم، یعنی به این. خب بدیم ببینیم چی میشه. زد بچه ها زد 9 میشه، زد ایندکس 9. خروجی چیه؟ هنوز بچه ها اون داره اون زیر نشون میده. خب خانم سعیدی میگه به منو داخلیه بدیم. منو داخلیه کدوم بود بچه ها؟ UL زد 9. چی شد؟ رفرش اومد رو. پس بعد به کدوم میدادم؟ اون منو داخلیه، چون اون میخوام بیاد رو دیگه. اینم از این حالت. خب این از اینو دیگه، اون سرچمون و اینم اسلایدرمون و این جدول. چی داریم دیگه بچه ها بعدش؟ یه دونه داریم به عنوان آخرین محصولات. بچه ها من وقتایی که کد میزنم میام نگاه میکنم میبینم کجاها شبیه به همه. الان کجا شبیه به همه؟ آخرین محصولات و ورود به حساب کاربری. بچه اون بخشایی که داخلش وجود دارن شبیه به همه.
کدشو چجوری میزنم؟ اینجوری. خب اینا رو با کنترل شیفت منها میبندم، دوباره HTML باز میکنم، بادی رو باز میکنم، داخل مین داشتم کد میزدم کانتینر. خب چی داشتم مینوشتم؟ آخرین محصولات. آخرین محصولات توی یه دونه باکسه، پس من اینو اسمشو میذارم دات باکس اصلا. خب و میتونم سکشنی بذارم، این سکشن باکسه. خب یه هدر داره این سکشن باکس، حالا هدر نمیذارم بچه دیو میذارم چون اونجا کلاس ندادم، با این قاطی میکنه. اسم این میشه کلاس باکس هدر. در واقع میتونم اینو بکنمش باکس تایتل و یه H مثلا 3 باشه، اسمش آخرین محصولات. خب بچه قسمت پایینیش خود محصولات وجود دارن، پس یه دیو دیگه باید داشته باشم داخلش، دیو با کلاس باکس داش کانتنت. محتوای باکس من تو اینجاست. حالا توی این من یه رو دارم، رو چیه؟ چرا رو گذاشتم؟ چون 4 تا اینجا من محصول دارم و اینا رو میتونم با کل چند؟ 4 تا سچه کل چند بدم؟ 3 جدا کنم. خب حالا هر کدوم از اینا رو چی بدم؟ هر کدومش رو به نظر من بدم کلاس پروداکت، یعنی دات پروداکت. خب این پروداکت من چیا داره؟ اولین چیزی که داره یه دونه عکسه، پس من این عکس رو اینجا اکسپورت میگیرم، اسمش هم میذارم پروداکت. خب دومین چیز تایتلشه، سومی قیمته و آخری هم افزودم به سبد خریده. پس چیا نیاز دارم؟ یه دونه IMG assets، IMG و product. خب این از این مورد. پایین دیگه چی داشت؟ تایتل داره بچه ها. یه دونه H2 براش درست میکنم و اسمش رو میذارم product title. تایتل product همه دیگه. خب متنش رو از کجا بیارم؟ متنش رو از اینجا کپی میکنم من. این مت داخل اینجا، بچه بر اساس اون اهمیته اگه دقت کرده باشین من H2 و H3 میذارم. خب INS گفتیم قیمت میخوایم بذاریم، با یه همچی کدی میتونیم قیمت رو بذاریم، میتونم تو دیوان باشه، یعنی هیچ فرق نمی کنه بچه. مثلا من اینجور بذارم Product price. چی توش نوشته؟ 23900 2 0 23 900 3 0. و یه دونه اسپنی که داخلش نوشته چی؟ تومان. چرا تو اسپن نوشتم؟ چون فونت سایزش بچه ها کوچیکتر بود. پایینش دیگه چیه؟ یه دونه دکمه افزودن به سبد خرید. دکمه افزودن به سبد خرید رو چجوری میتونم بنویسم؟ با یه دونه ای هم حتی میتونم بنویسم، اسمش هم بذارم add to cart. خب داخلش هم نوشته چی؟ افزودن به سبد خرید. خب این از این. چند تا از این میخوام؟ 4 تا. سلکتش میکنم کنترل دی 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 و اینم کپی که از این گرفت. خروجی چیه بچه ها؟ یه رفرش. چیزی که اینجا میبینیم ساختار پیاده شده، فقط بعد بهش استایل بدم، فوق العاده ساده. خب اولین چیزی که دیدم و اجرا کردم اون باکسه بود، پس میام اینجا مینویسم دات باکس، داخلش دات باکس تایتل. خودش میاره برام
اولا که بی جی شارپ اف دیگه چی داشت؟ یه پدینگی داره، فونت سایزش هم 18، رنگش چه رنگیه؟ فونت سایز 18 و رنگ این رنگی. خب سی شارپ این کالرشو میاره، اف زد 18 اینم رنگشو میاره، یه پدینگی هم بهش میدم، پدینگ مثلا 10 پیکسل، پی 10 میشه پدینگ 10 پیکسل. خب این کانتنتی هم که این پایین وجود داشت بچه ها، رنگش این رنگیه، اونم یه پدینگی داره، پدینگ 10 پیکسل هم به اونم میدم. پس اینجا یه دونه کنترل دی از این میگیرم و میگم باکس این دفعه به جای تایتل کانتنت این چی داشته باشه؟ یه پی 10 داشته باشه و یه دونه این. خب این چیزیه که تا اینجا من دارم، دقیقا حالتی که پیاده شد. فقط این H2 بچه یه فاصله انداخت اینجا، این فاصله رو من میام بر میدارم از این، پس میگم M صفر، مارجینی شما نداشته باش، همینجور بر من بمون. خب این از این، پدینگ این بچه کم بود، اینو میکنمش 20، اون بالایی هم بچه رو میکنم 20، حالتش قشنگتر بود. آها الان یکم بهتر شد. خب هر کدوم از این پروداکت ها بچه ها اگر اینجا ببینیم بک‌گراند سفید رنگ دارن، اینه بک‌گراند سفید رنگ دارن، پس من جدا از اینا، این باکس هم بود دیگه، جدا از اینا خود باکس هم بچه ها یه دونه مارجین باتم بهش میدم، بعدا نیاز بهش پیدا میکنم، مارجین باتم 20. خب حالا اینو چه کلاسی دادم؟ دات پروداکت، کلاس پروداکت بی جی شارپ اف، یعنی بک‌گراند سفید. چی میبینم اینجا؟ بک‌گراند سفید رو گرفت. خب یه دونه تکست الاین سنتر، یه رفرش، خب یه رفرش اینجا داشتیم بچه، من تصویرم رفت یه لحظه. این از این مورد و خب تایتل هم باید کوچیک بشه دیگه، اونا آیتم هم اومد وسط، حالا تایتل هم باید کوچیک بشه. تایتل هم اسمش چی بود؟ یه کنترل دی از این میگیرم چون میخوام سرعتم بره بالاتر دیگه، یه تایتل بهش اضافه کردم، اسمش چی بود؟ پروداکت تایتل. حالا پروداکت تایتل استایلش چیه؟ یه دونه سایز داره و یه دونه رنگ، سایزش 18، رنگش هم 27. خب پس سی این و اف زد 18. بچه ها یه دونه پدینگ هم بهش میدم، از بالا پایین 10 پیکسل بهش فاصله میدم این شکلی. خب حالا اون قیمته چجوریه؟ قیمته هم اینجا من فونت سایز 18، اونم دقیقا 27. تومنش چجوریه؟ اون تومنه افزدش 12. پس از این اگر داپلیکیت بگیرم و اینو بکنمش پرایس، این دقیقا همون استایل رو میگیره. یه دونه داپلیکیت دیگه میگیرم و داخل اون پرایس یه دونه اسپن نویسم، این دفعه فقط افزد رو میذارم چی؟ 12 برای اون تومنه. میتونم یه دونه مارجین رایت رو هم بهش بدم و یه مثلا 5 پیکسلی هم فاصله بندازم. این از این. فقط مون دکمه افزودن به سبد خرید، دکمه افزودن به سبد خریدم که اینجا کلاسش اینه. پس میگم دات پروداکت دات فلان. حالا اینجا چی داشتیم؟ یه دونه بک‌گراند داره که این رنگیه، پس بی جی شارپ این رنگی. یه دیسپلی بلاک داره، یه دونه تکس الاین سنتر داره، سنتر بود دیگه تکس الاینش. دیگه چی داره بچه ها؟ پدینگ داره، پدینگ 20 پیکسل. دیگه چی داره؟
یه دونه ترانزیشن بهش میدم، میخوام هاور داشته باشه، یه ترانزیشن بهش میدم و میگم موقعی که هاور شد دو نقطه هاور، بک‌گراندش یه مقدار تغییر رنگ پیدا کنه به این رنگی که اینجا وجود داشت. این از این. و بچه فونت سایز هم داشت دیگه، رنگ هم داشت. اینو ببندم. خب این سایز 16 و رنگ سفید، F3 16 C شارپ F. اینم از این. خب خروجی ببینیم چیه بچه ها. چیزی که اینجا میبینم رنگش تغییر نکرد. چرا تغییر نکرد؟ چون تو هاور من رنگش رو دادم، F3ش هم حتی تو هاور دادم، هاور فقط بک‌گراندش خواستم عوض بشه. خب خروجی که میبینم اینیه که اینجا برای من ظاهر میشه، خیلی هم خروجی خوبیه به نظرم و تقریبا همون چیزیه که توی PSC برام در اومده. این از این. دیگه بچه ها حالا میتونم یه مقدار جزئیاتش رو بیشتر کنم. بچه تا اینجای پروژه‌مون رو ما انجام دادیم، فقط مثل اینکه یه پدینگی اینجا یه مارجین میتونم بهش بدم و یکم شبیه‌تر به PST بشه. یه M20 هم اینجا بهش میدم، یه مارجینی میگیره. از پایینو نگرف بچه ها. چرا نگرف؟ چون من باید با پدینگ اون پروداکت اینو انجام میدادم و این حالت خوبی نبود. پس میام چیکار میکنم؟ به پروداکتمون یه دونه پدینگ پیه 20 میدیم. دکمه اونم بچه ها خیلی ارتفاعش زیاد شد، یک کوچول ارتفاعش رو میام کمتر میکنیم. به جای این پدینگ 20 که دادیم میکنیمش پدینگ 10. آها الان خیلی شبیه تر شد. اینم از این اتفاقی که اینجا افتاد. بچه شما خودتون تا اینجا پروژه رو اگر خواستین انجام بدین، این آخرین محصولات رو به صورت اسلایدر پیاده کنید، یعنی این اسلایدر بشه بره بعدی بیاد قبلی. این از این. بچه اگه سوالی ندارین جلسه امروزمون رو تموم کنیم. تا اینجا پروژه رو انجام دادیم، انشاءالله بقیه قسمت رو هم جلسه بعدی انجام میدیم. توش بازم نکته میخوام بگم و انشاءالله که دیگه بتونیم هر PSC بهمون دادن به راحتی کدش کنیم و چلنجاشو با هم دیگه حل کنیم. سوالی بچه ها، نکته ای چیزی ندارین؟ زنده باشین بچه ها. حالا اگر موردی هم بود داخل گروه بگین، انشاءالله جلسه بعدی با هم حلش میکنیم. خستم نباشین، شبتون هم بخیر باشه، امیدوارم همیشه سلامت و خوش و خرم باشین. خداحافظ شما.